رفقا، سلام دوستان، حال احوال. بله، میگن یارو غلط اضافه کرده بود، گرفتن تا میخورد زدنش. بالاخره خودشو نفله و دست و پا شکسته از توی درگیری کشید بیرون و واسه خالی نبودن عریضه گفت اگه بازم این ورا پیداتون بشه همین آشه با همین کاسه. حالا داستان یارو خبیثیه که دل خودش و عزماش از تحریما سوخته، هارت و پورت اضافی هم میکنه. ما به هیچ عنوان ابایی از گفتگو و مذاکره نخواهیم داشت. موضوع گفتگو در دستور کار دنبال خواهد شد. منتهای مراتب نه گفتگو برای گفتگو، نه مذاکره برای مذاکره، مذاکره نتیجه محور نتیجه داشته باشه، یعنی دنبالش این باشه که تحریم ها برای ملت ایران رفع بشه و بتونن ملت بزرگ ما انشالله با رفع تحریم ها زندگیشون انشالله بیش از پیش رونق بگیره. اتفاقا بله، مذاکره باید نتیجه محور باشه. مثلا اوزی اتمی رو بده، موشکی رو فسقلی بیاد، دست و پاشو از عراق و سوریه و لبنان و یمن جمع کنه. یعنی این چند تا جام زهر ناقابلو پشت سر هم سر بکشه و تلو تلو به سمت دره سرنگونی برود. اما اگه نکنه نظام ولایت و تحریما و شورای امنیت سازمان ملل. حالا این یارو رو داشته باشین که دست پیشو گرفته که پس نیفته. بله. دفعه پیش هم این نکته رو گفتم، امروز هم تأکید میکنم هیچ طرفی اشتباه محاسباتی نکنه و به سمتی نره که مذاکراتی که در وین در جریان هست سطح تأثیر قرار بگیره. باید همه توجه بکنن که استفاده سیاسی از یک بستر فنی آژانس پاسخ متفاوتی رو از تهران در پی خواهد داشت. وای به این میگن پارس خوابیده. آخه شل زد. مثلا چه غلط متفاوتی میخوای بکنی؟ اوزی و نظام ولایت مثل درازگوش تو گل گیر کردن. بعد چغندری مثل تو سغرا و کبرا پاسخ متفاوت میبافه. بشین بینیم بابا، اگه راست میگی ارباب جواب سوالای فنی آژانس رو بده، یه قلم بگه منشأ اورانیوم غنی شده کجا هست. بله. حالا رفقا، به نظر تو بازی نظام بازی از این ستون به اون ستون معطل کردنه یا این که این فلک زده ها تو بنبست گیر کردن و راه پس و پیش ندارن؟ جوابو از این روزنامه بشنوین. هر گونه اشتباه محاسباتی از جانب ما به ضرر ما خواهد شد، چرا که زمان به ضرر ماست و طرف‌های دیگر هیچ گونه آسیبی از مسئله تأخیر زمانی نمی‌برند و تأخیر زمانی فقط باعث آسیب زدن به کشور ما از نظر اقتصادی و بین‌المللی شده که کاملاً مشهود است و با گذشت حدود یک ماه از روی کار آمدن دولت جدید تغییر محسوسی در شرایط اقتصادی کشور ایجاد نشده و چه بسا یک مقدار شرایط سخت‌تر هم شده باشد که ناشی از همین تحریم‌های بین‌المللی است. وابیلا، اون اشتباه محاسبه که یارو توتی سخنگو گفت اینو روشن کرد که از جانب کیه. بله، تیک تاک ساعت به ضرر عزماست و هر روز و هر ساعت به بدبختی های او اضافه می کند. حالا ببینیم اوزی راه فلاکت و از هم پاشیدن اقتصادی رو انتخاب می کنه یا راه جام زهرهای پی در پی رو.
مرگ یا خودکشی از ترس مرگ. بله دوستان مرحمت زیاد.